درد من افتادن تو نیست، در افتادگی باقی نمون. با باورهامون عوض میشیم نه با آرزوهامون. آمین. نه خمشده رو خورد نخواهد کرد، فتیله نیمسوز خاموش نخواهد کرد، یه دست شریر برای هر ایرانی رسوا بشه. بیست در موضع اقتدار، آواری خودتو خدا رو نبرد. تو میدونی چیه؟ او کسی که منو نجات داد. آمین. برای تو امید هست چون خدای ما زنده است. آمین. سلام. خدا میگه اگر ما فرزندانیم پس وارثان نیست، هستیم. خدمت تک تک شما عزیزان سلام عرض میکنم. به خانه خداوند همگی خیلی خوش آمدید، چه شما که اینجا تشریف دارید، چه عزیزان راه دور که در خانه خداوند همه با هم در یک دلی ساکن هستیم. شکر برای وجود تک تک شما عزیزان. برکت خدای زنده امروز با تک تک شما باشه. دعا میکردم برای مسیر امروز و چیزی رو خداوند نشونم داد که خیلی وقتا ما دوست داریم بهترین رو داشته باشیم تو زندگی، نه؟ خیلی وقتا ما آدم ها دوست داریم بهترین باشیم، بهترین موقعیت رو داشته باشیم، بهترین تحصیل، بهترین خونه، بهترین کار، بهترین پدر مادر، بهترین فرزند، بهترین همسر، بهترین موقعیت، از هر چیزی که فکر میکنی بهترین وسایل داشته باشی، بهترین لباس، بهترین سرزمین، در بهترین جا زندگی بکنی، نه؟ خیلی از شما عزیزان که این امروز اینجا هستید به خاطر اینکه فکر میکردید باید از اون جایی که هستید بیاید بیرون تا جای بهتری رو داشته باشید، موقعیت بهتری رو داشته باشید، زندگی بهتری داشته باشید، آینده بهتری داشته باشید، امروز اینجا هستید. و خیلی از شما عزیزان که الان تو ایران هستید در تلاش هستید برای بهترین ها، و بهترین ها حق شما هست، چرا که شما فرزندان خدای زنده هستید و خداوند بهترین ها رو برای تمام فرزندانش میخواد. خداوند نمیگه که بهترین رو نداشته باش، ولی اینجا یه نکته هست که باید در نظر بگیریم. وقتی اینو خداوند بهم نشون داد، یه رویا کوچیک دیدم که شاید وقتی بهش فکر بکنی یکم شب بامزه به نظر بیاد، هم دردناکه. یه سری از ایماندارا رو دیدم که انگار یه چیزی مثل روی طناب روی آسمون بود، دست و پاشون تو هم گره خورده بود و به این طناب بین زمین و آسمون آویزون بودن. معمولا آدم فکر میکنه بچه‌ها از این کارا میکنن، بازیگوشی میکنن، یه جا دست و پاشون تو همدیگه گره میخوره و یه جا آویزون میشن، دیگه نمیتونن تکون بخورن. و این چیزی بود که تو رویا خداوند نشونم داد. خیلی وقتا وقتی ما میخوایم بهترین باشیم توی زندگی به بنبست میخوریم، یک جای دست و پامون تو هم گره میخوره، از یک جای گره میخوریم که اصلا نمیفهمیم از کجا چی شد؟ کجا رو من اشتباه رفتم؟ چی خواستم که حق من نبود؟ مگه من چه کار کردم؟ خیلی وقتا امیدهایی که داریم ناامیدی بهش میخوره و انتظاری که داشتیم با ناامیدی مواجه میشه، به خاطر اینکه وقتی فکر میکنیم همه چیزها رو دور و برمون رو و این جمله خودمون رو بتونیم به بهترین شکل انجام بدیم میسر نمیشه، چرا که هیچ کدوم از ما پرفکت نیستیم. دوروبریای ما هم پرفکت نیستن. محیطی که توش زندگی میکنیم پرفکت نیست. پدر مادر ما پرفکت نیستن. بچهای ما پرفکت نیستن. خانواده ما پرفکت نیستن. خانواده همسر ما پرفکت نیست. شف ما، رئیس ما پرفکت نیست. کار ما پرفکت نیست. موقعیت‌های مالی، تحصیلی، هر چیزی که فکر می‌کنی، حتی سرزمینی که داری توش زندگی می‌کنی، هیچ کدوم از اینا پرفکت نیست. و وقتی که تو داری هر روز تلاش میکنی بیشتر به سوی پرفکت شدن و از خودت انتظار داری، خیلی وقتا عزیزان که میان صحبت میکنن تو مشاوره ها خیلی درد میکشن، بعد به یک جایی میرسن که تازه براشون باز میشه تمام دردی که دارن میکشن به خاطر اینه که روحیه پرفکت دارن و بیش از حد از خودشون انتظار دارن و بعد از دیگران. دنیا رو به زمین و زمان برای خودشون سخت میکنن. و ما هیچ وقت پرفکت نیستیم و هیچ وقت پرفکت نخواهیم شد. اطرافیان ما، محیط ما، موقعیت‌های ما هیچ وقت پرفکت نخواهد شد، چون تنها پرفکت فقط خداست. و به خاطر همین هر چقدر تلاش کنی که بخوای پرفکت بشی، خوب بودن اشکالی نداره ها، تلاش کن خوب باش،
موقعیتت بهتر بشه، ولی اینو بدون هیچ وقت همه چیز بدون نقص نخواهد شد. چرا که ما تو این دنیای سقوط کرده داریم زندگی میکنیم، نه؟ تو این دنیای سقوط کرده چطور انتظار داریم که چیزی رو داشته باشیم که سقوط نکرده باشه؟ تنها پرفکت خداونده. گاهی وقتا تو این مسیری که داریم میخوایم زندگی رو بسازیم، انقدر سرگرم میشیم، انقدر داریم شکل میدیم، شاخ و برگ بهش میدیم، انقدر سرگرم خودمون میشیم که سرگرم ساختن میشیم، سرگرم ساختن زندگی، حتی گاهی وقتا سرگرم ساختن خودمون میشیم که گاهی وقتا اصل کاری رو فراموش میکنیم. امروز خداوند دعوت کرده یه مقدار به خودمون نگاه کنیم، یه مقدار فکر بکنیم، یه مقدار به خودمون بیایم، ببینیم که خداوند کجای زندگی ما هست. تو این ساختنی که شروع کردیم زندگی خودمون رو و خودمون رو داریم میسازیم، مسیح کجاست؟ خیلی از شما عزیزان هستید که وقتی میگیم خداوند دوست دارید، آمین، همه دوست داریم، هیچ کس نیست که مسیر رو دوست نداشته باشه، ولی تو این مسیر ساختنها، تو این زندگی شروع کردی، حواست باشه مسیح جا نمونده باشه. امروز پیغام خداوند اینه، تو این ساختنها ببین مسیح خارج نشده باشه. خداوند که خارج نمیشه، گاهی وقتا ما توی این ساختنها گره میخوریم و انقدر همه چیز رو، این تصویری که دیدم جالب بود، اون کسی که گره خورده بود خیلی چیزها رو هم به همین انگشتاش آویزون کرده بود، چیزهایی که میخواست نگه داره و همو باعث شده بود که دست و پاش تو همدیگه گره بخوره، ولی هنوز نمیخواست که اون چیزها رو رها بکنه تا بتونه دست و پاش رو باز کنه. اول وقتی به خودمون نگاه میکنیم خیلی وقتا که چه فکری داشتیم چه چیز شد، نه؟ خیلی وقتا ناامید میشیم، یه فکر دیگه داشتم، یه انتظار دیگه از زندگیم داشتم، یه جور دیگه برنامه چیده بودم، یه کار دیگه کردم، همه چیز یه جور دیگه شد، یه چیزی که اصلا من فکرشو نمیکردم. چی فکر میکردم چی شد؟ اینجاست که تو درد و تو مشکل گره میخوریم، چون همه چیز یک جور دیگه میشه که اصلا تو براش نقشه و برنامه نریخته بودی. اون موقع است وقتی این گره کور خوردیم و این زمین و آسمون آویزون شدیم و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، فقط یک چیز میتونه این گره کور ما رو باز کنه. تو اون زمانی که داری فریاد میزنی، نمیدونم، فهم میکنم هر کدوم از ما این لحظه رو تجربه کردیم یا شاید تجربه میکنیم، چون خداوند اجازه میده که هر کدوم از ما توی زندگی ایمانی از این گره های کور عبور بکنیم. یه جایی تو زندگی گره میخوریم، یک جایی که دیگه حتی نمیتونی دعا بکنی، یک جایی که از همه چیز ناامید میشی، یک جایی که بریدی، یک جایی که خسته شدی، تنها چیزی که میتونه گره کور ما رو باز کنه پرستش عزیزان. تنها چیزی که میتونه گره ما رو، کور ما رو باز کنه، تنها حضور خداونده. هیچ چیز دیگه. اگه از هر چیز خسته هستی، اگه نمیتونی، اصلا حال نداری، امروز خداوند روی صحبتش با تمام کسانی که بریدن، تمام کسایی که از خودشون ناامید شدن، تمام کسایی که خستن، تمام کسایی که از زور زدن‌های انسانی خسته شدن، تمام کسایی که احساس میکنن یک فیض مضاعف تو زندگیشون احتیاج دارن، تمام کسایی که پر از دردن، اگه امروز افتادی، اگه خمیده شدی، اگر تو افسردگی، تو افسوس هستی، تو ناامیدی، اگه فکر میکنی، چون میدونم امروز خداوند برای کسانی پیغام داره که به ته خط رسیدن، فکر میکنم به ته خط رسیدن و هیچ راه دیگه براش نیست، نمیدونه که میخواد چه کار بکنه، امروز خداوند تو رو دعوت میکنه. اگه که میخوای از این پوچی، از این خستگی، از این بیحالی، از این بیرمقی نجات پیدا بکنی، از این خیلی از این حالتهای خمیده که دلمردگیهای روزانه که عادت میشه، یک سری چیزا صبح بلند میشه یک سری کارها رو طبق عادت که باید هر روز انجام بده و هی خودش تو دیسیپلین قرار میده، اگه از این دیسیپلین هایی که هر روز داری برای خودت انجام میدی، از این روال زندگی روزانت خسته شدی و فکر میکنی زندگیت اون رنگش رو از دست داده، اون شوقش رو از دست داده، اون اشتیاقی که باید داشته باشی تو وجودت نیست، بعضی وقتا احساس میکنیم انگار مثل یک مرده متحرک شدی، فقط داری میری به امیدی که یک روز عوض بشه، ولی میدونی که خیلی حالتت نمیتونه دوام پیدا بکنه و یک جا میبری. خداوند امروز ما رو دعوت کرده به حضورش، بیایم از حضورش پر بشیم، چون تنها چیزی که میتونه حال ما رو خوب بکنه حضور خداونده.
اگه میخوایم از اون بیابان ها بیایم بیرون، اگه میخوایم از دل مردگی، از درماندگی آزاد بشیم، اگه بعضیا فکر میکنین که شریر اومده وسط زندگی شما چادر زده و مشکلاتی دارید که هیچ به هیچ وجه این مشکلات حل نمیشه و میدونید که خودتونم نمیتونید هیچ کاری بکنید و هیچ راه حلی براش نمیبینید، هیچ کسی رو نمیشناسید که بتونه کمک بکنه، خداوند دعوت میکنه امروز بیا به حضورش، فقط پرستش کن. به هیچ چیز نمیخواد امروز فکر بکنی. امروز مشکلاتتو بگذار کنار. امروز اگه حالت خوب نیست به هیچ چیز فکر نکن. امروز خداوند تو رو دعوت کرده چون خدایی که عاشق توست اینجا هست. امروز خداوند میخواد از آسمان روحشو بریزه. امروز میخواد حال تو رو عوض بکنه. اگه حتی فکر میکنی حال پرستش نداری، خیلی وقتا وقتی کسانی هستن که انقدر فشارهای مختلف تو زندگیشون هست یا اسارتهایی دارن، وقتی پرستش رو میشنون حالشون بد میشه. اگر که موقع پرستش حالت بد میشه، خداوند دعوتت کرده امروز تحمل بکن، بگو خداوندا کمکم بکن، امروز میخوام تو هر جور شده بمونم، امروز میخوام تو پای پرستش بمونم، چون میدونم که خداوندا فقط تو پرستشه که تو منو آزاد میکنی. وقتی که پرستش اتفاق میفته، حتی روحهای بد، وقتی به کلام خدا نگاه میکنی شاول رو میبینی که با اون همه اسارتهایی که داشت، وقتی شروع میشد به پرستش و پرستش رو میشنید حالش خوب میشد، خودش نمیفهمید اصلا چه اتفاقی افتاده. وقتی میموند در حضور خدا میشد همون آدمی که باید باشه. و امروز خداوند میخواد یه کار ماندگار بکنه، نه اینکه مثل شاول بیایم در حضور خدا شاد بشیم و بریم دوباره تو اون پوسته قدیمی. امروز بیا در حضور خداوند بمان و دیگه همونجا بمان و نرو. امروز خداوند تو رو دعوت کرده، امروز خداوند میخواد اون محبت خودش رو تو قلبت بریزه. تو این زمانهای آخر که هر چقدر میگذره فشارها بیشتر میشه، تو این روزهای اخیر خبرهای بد از چپ و راست شنیدیم، همه اینها نشان دهنده یک چیز عزیز، وقتی فشارها تو زندگی فرزندان خدا و تمام کسانی که عاشق خدا هستن فشارها بیشتر و بیشتر میشه، فقط یک معنی داره که شریر داره وقتش تموم میشه. برای همین میدونه چه تو فرزند خدا امروز هستی و چه خدا رو واقعا دوست داری. هنوز نمیشناسیش ولی خداوند میخواد که تو مال او بشی. خداوند تو رو خوانده، فشارها چپ و راست تو زندگی تو بیداد میکنه چون که شریر داره وقتش تموم میشه و نمیخواد که تو راحتی زندگی بکنی. به خاطر همین شاد باش چون که میدونی آمدن مسیح نزدیکه. وقتی فشارها بیشتره یک پیغام داره، آمدن خداوند ما نزدیکه. پس فقط یک چیز میتونه حال تو رو عوض کنه، فقط پرستش. اگه امروز میخوای از هر دردی که داری رهایی پیدا کنی و آزاد بشی، فقط پرستش میتونه تو رو آزاد بکنه. چرا که وقتی که شروع میکنی پرستش، روح خدا میاد و وقتی که روح خدا میاد، شریر جل و پلاسش رو باید جمع کنه و به نام عیسی مسیح میره بیرون، نمیتونه بمونه. جایی که روح خداست، روح شریر نمیتونه اونجا بمونه. دو تا ارباب نمیتونن یک جا ساکن بشن. پس وقتی روح خدا میاد، در روح خدا ساکن شو، بمون در حضور خدا، بمون و این لباس خدا رو بپوش، لباس پرستش، ردای پرستش رو بپوش، در حضور خداوند بمون و ببین که تمام مشکلات، اون چادری که شیطان زده وسط زندگی تو، اصلا نمیفهمی چطوری جلو پلاسش رو جمع کرد و رفت، چنان فرار میکنه تا تو بیای به خودت به جمعی. تو مشغول پرستش هستی، تو داری در حضور خداوند شادی میکنی و اونی که باید فرار بکنه دشمنه و هیچ وقت شاید نفهمی اون لحظه کی بود که شریر از تو دور شد، ولی به نام عیسی مسیح شریر از تو دور خواهد شد، دستش رو از روی زندگی تو بر خواهد داشت. چون جایی که حضور خداست، حضور شریر نمیتونه دوام داشته باشه. پس امروز خداوند دعوتت کرده، بیا در حضور خداوند. میخوایم سرپا بیستیم عزیزان. امروز من ایمان دارم که وقتی خداوند حضورش میاد، اصلا احتیاج به هیچ چیز نیست.
وقتی روح خداوند میریزه روح شریر میره بیرون. وقتی تو پرستش بیستی خیلی از آزادی ها به دست میاری، خیلی از مشکلاتت حل میشه، خیلی چیزهایی که براش سرش ایستادی داری دعا میکنی، خدا مکاشفه میده، خداوند جواب دعای تو رو خواهد داد. امروز دعوتت کرده بیا به حضورش. امروز نمیخوایم راجع به خیلی چیزهای مختلف حرف بزنیم، چرا که حضور خداوند خودش همه چیز هست. وقتی که میاد کلام پرقدرتش میاد مثل شمشیری بران، هر چیز که در تو هست که نباید باشه، هر مشکلی که هست برش میده به نام عیسی مسیح و دور میکنه از تو به نام عیسی مسیح خداوند. شرارت رو برش میده. وقتی که پرستش میاد شادی میاد، وقتی پرستش میاد احساس رضایت میاد، احساس امنیت میاد. چرا؟ چرا تو وقتی تو پرستش هستی اون شادی میاد؟ به خاطر اینکه وقتی در پرستش هستی تو کامل میشی. وقتی در پرستش هستی تو با این خدای زنده با همدیگه متحد میشی. وقتی تو پرستش هستی قلب تو و اراده تو با اراده پدر یکی میشه و اونجاست که تو کامل میشی در خداوند. پس اگه میخوای بهترین باشی قلب پرستش داشته باش. خداوند رو در هر لحظه متبارک خواهم خواند و نام او همیشه بر زبان من خواهد بود. ای خداوند، ای صخره من، تو را میخوانم. خداوند چون بخوانم آوازم را بشنو، مرا فیض ببخش و اجابتم فرما. ای دل من، او به تو گفته است روی مرا بجوی. خداوند روی تو را خواهم جست، روی خیش را از من پنهان مکن و خدمت گذارت را خشمگینانه برمگردان، ای که یاور من بودی. ای خدای نجات من، تردم مکن و ترکم مکن. اگرچه پدر و مادرم ترکم کنن، خداوند مرا خواهد پذیرفت. کلام خداوند میگه اگرچه حتی پدر مادر تو رو ترک کنن، چون تنها انسانهایی که به یک انسان دیگه وابسته هستن پدر مادر هستن، که قلبشون به قلب بچهشون وابسته است. و کلام خداوند میگه حتی اگر پدر مادر تو رو ترک بکنه که به تو وابسته است، خداوند هیچ وقت تو رو ترک نخواهد کرد. پس به نام عیسی مسیح به جانت بگو منحنی نباش. امروز خداوند دعوتت کرده. اگر که میخوای حالت خوب بشه، اگر میخوای مبارک بشه تو زندگیت، میگه روی من رو بجوی. و امروز ما اینجا هستیم تا روی خداوند رو جستجو کنیم، چرا که او اینجاست تا روی ما رو بطلبه و ما هم میخواییم با او روی او رو بطلبیم و دلمون در خداوند با همدیگه کامل بشه به نام عیسی مسیح. آمین. ای خداوند شکرت میکنیم که تو اینجا حضور داری ای خداوند، و امروز میخوای یه کار عظیم بکنی ای خداوند در ما. ای خداوند ایمان دارم که وقتی روی تو خداوند روی تو ببینیم ای خداوند و روحت رو بریزی ای خداوند و ما را ملاقات بکنی، زندگی ما دگرگون خواهد شد ای خداوند. به نام عیسی مسیح ای خداوند میخوام روحت رو بریزی بر تمام مشتاقانت ای خداوند. از آسمان خداوند اونها را مدد کنی ای خداوند، صداشون رو بشنو ای خداوند. به نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم که امروز روح تو در میان ما بخرامه ای خداوند. امروز روی تو بین ما باشه ای خداوند و تو میان ما باشه ای خداوند. به نام عیسی مسیح تمام زندگیمونو به دستای تو میسپاریم. جلسه رو پرستش رو به تو تقدیم میکنیم ای خداوند، چرا که تو تنها شایسته حمد و جلال و پرستش هستی ای خداوند. میخواییم امروز فرشتگان تو هم همراه ما خداوند پرستش بکنن و ما همراه فرشتگان ای خداوند تو را آنچنان که در آسمان جلال داده میشی ای خداوند اینجا ستایش کنیم و خداوند تو جلال بیابی. به نام عیسی مسیح خداوند در هر حالتی که هستیم، در هر وضعیتی که هستیم، به حضور تو میاییم ای خداوند تا روی تو رو به طلبیم ای خداوند. و خداوند بیا بین ما ای خداوند، بیا و روحت را بریز ای خداوند. امروز خداوند تو میخوای کارهای عظیم با فرزندانت انجام بدی ای خداوند، قوت خودت از آسمان میخوای بریزی ای خداوند. امروز خداوند کسانی هستن که جواب سوالاتشون رو از تو خواهند گرفت. امروز کسانی هستن که خداوند گره کور زندگیشون به دستای تو باز خواهد شد، چرا که روح تو وقتی میاد اونجا آزادی میاد ای خداوند، شفا میاد، قوت میاد ای خداوند، شادی آسمانی میاد ای خداوند. امروز میخوایم اون حضور تو و اون قوت مضاعف تو رو بگیریم ای خداوند، پر بشیم، اون مسح تو رو بگیریم ای خداوند. خداوند اعلام میکنیم که تشنای روح تو هستیم. خداوند اعلام میکنیم که مشتاق تو هستیم. اعلام میکنیم که محتاج تو هستیم ای خداوند. حتی یک لحظه ای پدر رویت رو از ما بر نگردون ای خداوند. اگر گناهانی هست که باعث میشه تو نمیتونی به سمت ما نگاه کنی، به نام عیسی مسیح ای روح القدس نشون بده. همین الان همه رو به حضورت میاریم ای خداوند.
ای روح القدس بریز، روح الزام ای خداوند، روح قدوسیت ای خداوند. خداوند ما میخواییم دستامون رو به دستای تو بدیم ای خداوند. شکرت میکنیم برای خون عیسی مسیح که خداوند این رابطه رو برقرار کرده خداوند و دستهای ما رو تو دستای تو گذاشته پدر. شکرت میکنیم و میخواییم خداوند زندگیمون رو به دستای خودت بگیری و زندگی ما رو به حساب بیاری خداوند. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. میخواییم اعلام بکنیم به خداوند که مشتاق لمس تازه هستیم، مشتاق یه لمس روح تازه هستیم که بریزه در ما و تمام وجود ما رو مالامال پر بکنه از روحش. ای خداوند اعلام میکنی که به تو محتاج هستیم، پس بریز روحت را. ای خداوند پدر، اومدیم تو رو ملاقات کنیم. ای خداوند خدای پدر، آمده ای به حضور قدوسم. خدای قدوس پرستی من، خم شدیم در حضورم. خدای پدر، آمده ای به حضور قدوست. خدای قدوس پرستی بد، خم شدیم می پرستی پدر تو را، می پرستی پدر تو را، خدای پدر آمده ای به حضور قدوس. خدای قدوس پرستی من، خم شدیم در حضورم. خدای پدر چون ترس و نامیدی
تو خواهم دور، چون طوفان آید و جانم ترسان شود، چشمانم را به تو خواهم دور، چون ترس و نامیدی در من ساکن شود، چشمانم را به تو خواهم دود. جانم در دستان تو است پدر، پناهگاه امنم تویی، این است سرود پیروزی من، در زفت خداوند تو جلال بیاب، ای خداوند، ای پدر، ای خداوند. Leave it.
مست آغوشت شدم پدر، به روی زانوانم در حضورت، مست آغوشت شدم پدر. خانه همان خانه است، کوچه همان کوچه است، شهر همان شهر است و من. خانه همان خانه است، کوچه همان کوچه است، شهر همان شهر است و من. پد خوشم این چه حسیست، این چه روزیست، این لطافت از چه روحیست، این چه حسیست، این چه روزیست، این لطافت، این لطافت از چه روحیست. قدرت جاودانیت خالیم، پرساز مرا با لمس خود مس کن، جان مرا با روغنت، تا که باشم من مسیح تو پدر، تا
شفا بخشم کلیسا و تنت، تشنه مست تو هم روح القدس تو بریز، آتش آسمانیت پر بساز این قلب خالی مرا با حضور و قدرت جاودانیت، خالیم پرساز مرا بالم سخون مست کن جان مرا با روغنت، تا که باشم من مسیح تو پدر، تا شفا بخشم کلیسا و تنت، چون که مسیح تو خداوند بر من است، میدهم خسته دلم را التیام، میتوانم من تسلیگر شوم، تا که بخشم حمد تو بر هر زبان، چون که مست تو خداوند بر من است، میدهم خسته دلان را التیام، میتوانم من تسلیگر شوم، تا که بخشم حمد تو بر هر زبان، تشنه مست تو هم القدس تو بریز، آتش آسمانیت قرب ساز این قلب خالی مرا، با حضور و قدرت جاودانیت، خالیم پرساز مرا بالم سخود مز کن جان مرا با روغنت، تا که باشم من مسیح تو پدر، تا شفا بخشم کلیسا و تنت، چون که مسیح تو خداوند بر من است، میدهم خسته دلان را التیام، میتوانم من تسلیگر شوم، تا که بخشم حمد تو بر هر زبان، چون که مسیح تو خداوند بر من است، میدهم خسته دلان را التیام، میتوانم من تسلیگر شوم، تا که بخشم حمد تو بر هر زبان. ای خداوند، ای خداوند شکرت میکنیم و جلال بر نامت، ای خداوند که روحت را ریختی، روح تو خداوند روح آرامی، روح آزادی، روح شفا، روح الزام، روح قوت، روح تسلی، ای خداوند شکرت میکنیم، ای خداوند شکرت میکنیم که روح تو اینجاست تا ما را آزاد بکنه، ای خداوند از هر شرارت، از هر اسارت، ای خداوند به نام عیسی مسیح، خداوند شکرت میکنیم، ای خداوند که سفره ای برای ما در مقابل چشم دشمنان میگستره، ای خداوند شکرت میکنیم که سرمون رو به روغن تطهین میکنی و پیالمون رو لبریز میکنی، شکرت میکنیم ای خداوند که همان نیکویی و محبت تمام روزهای زندگیم در پی من خواهد بود، اعلام بکن، بگو شکرت میکنم ای خداوند که نیکویی و رحمت تو تمام ایام عمرت در زندگی تو خواهد بود و سالیان دراز در خانه خداوند ساکن خواهی بود، ای خداوند شکرت میکنم، ای خداوند شکرت میکنیم، ای خداوند اگر امروز در تنگی هایی هستین، اگر عزیزان امروز در تنگی هایی هستید که فکر میکنین حتی تو دره تاریک مرگ دارید میرید، همه چیز تموم شده، اونجا خداوند با شما هست، شکرش بکنید که خداوند در هیچ کجا شما رو تنها نمیگذاره، وقتی گفته هر روزه با تو هستم تا انقضای عالم، تو روزهای خوش، تو روزهای آرامی و تو روزهای تنگی، تو روزهای فشار، اونجا که فکر میکنی به ته خط رسیدی، امروز خداوند امروز اینجا هست تا تو رو بلند بکنه، اگر خمیده شدی، اگر شکسته شدی، امروز خداوند روحش رو ریخت، پس روی خداوند رو بطلب، آرامیش رو بطلب و لباس پرستش خداوند رو بر تن کن، که تنها پرستش میتونه شادی آسمانی رو تو زندگیت بیاره، تنهاش پرستش میتونه آزادی بیاره، تنهاش پرستش میکنه برکت تو زندگی تو بیاره، و امروز اگه میخوای که از تمام چیزهایی که فکر میکنی مثل صد تو زندگیت هست برن کنار، به نام عیسی مسیح فقط پرستش بکن، پرستش تمام این گره های کور زندگی تو رو باز خواهد کرد،
چرا که وعده خداونده یک راه بیشتر وجود نداره. به حضور من بیا، روی من رو به طلب پرستش بکن، خداوند همه چیز رو برای تو عوض خواهد کرد. به نام عیسی مسیح میتونیم خداوند رو با همدیگه جلال بدیم و اعلام بکنیم که روح خداوند بر ما هست. نه، اعلام بکنیم که خداوند امروز اینجا روحش رو ریخته. خداوند امروز اینجا بود و هست که تو رو بلند بکنه و تو رو قوت بده، چرا که تو وقتی قوت گرفتی کار تازه شروع میشه. خداوند به تو قوت میده که تو بلند بشی تا دیگری رو بلند بکنه. نگاه کن تو دور و برت، کی احتیاج داره به تسلی؟ کی احتیاج داره به قوت؟ کی احتیاج داره به بنا؟ کی احتیاج داره به برکت؟ کی احتیاج داره برکت بگیره؟ تو برکت خداوند رو گرفتی، پس برکت رو بده. بدهید تا به شما داده خواهد شد. نه، کلام خداونده، وعده خداونده. برکت گرفتی، برکت بده، چون کلام خداوند به ما میگه وقتی برکت گرفتی، وقتی روح خداوند اومده، میتونیم اعلام بکنیم زیرا که خداوند مرا مس کرده. نه، امروز احساس کردی لمس خداوند رو، مس خداوند رو؟ خداوند تو رو مس کرده تا فقیران رو بشارت بدی، او تو رو فرستاده تا دلشکستگان رو التیام ببخشی و آزادی رو به اسیران و رهایی رو به محبوسان اعلام بکنی، تا سال لطف خداوند رو اعلام بکنی و از روز انتقام خداوند خبر بدی که خداوند برای داوری بر میگرده، پس بعد آماده باشی، تا همه ماتمیان رو تسلی بخشی و به آنانی که در صهیون سوگوارن، نگاه کن تو خانوادت، تو سرزمینت، کی تو سوگه، تو ناراحتیه، بهشون تسلی بده، بهشون برکت بده، بهشون قوت بده، تاجی به عوض خاکستر بهشون بده و روغن شادمانی به عوض سوگواری و ردای ستایش به جای روح یأس. پس امروز خداوند دعوت کرده که این ردای ستایش رو اول خودت بپوش و دیگه در نیار به نام عیسی مسیح، تا هر غم، هر کسالت، هر ناراحتی، هر بیماری، هر افسردگی از وجود تو بره به نام عیسی مسیح، چرا که هر جا که روح خداوند هست اونجا آزادیه و هیچ چیز دیگه نمیتونه بمونه. به نام عیسی مسیح شریر باید جلو پلاسش رو جمع بکنه، تو فرمان بدی به نام عیسی مسیح باید بره بیرون. ولی وقتی فرمان میدی تو غم و تو افسردگی، تو بدبختی فرمان نده، خدای زنده اونجاست. وقتی که فرمان میدی مطمئن باش که خداوند پشت تو هست، تو عدالت بایست، خداوند میگه امروز در عدالت من بایست، من تو رو حمایت خواهم کرد. تو عدالت بایست، تو راستی بایست، من محبت و رحمتم از آسمان به تو خواهم داد و تو رو بلند میکنم. میخواییم سرود دیگه با هم دیگه بسراییم و چیزی که خداوند من رو هدایت کرد، این سرود رو میخواییم همه متحد میتونیم دستامون رو به هم بدیم، چون این سرود سرود شفاعتیه عزیزان. میخواییم برای سرزمینمون شفاعت بکنیم. میخواییم اگه امروز بلند شدی، چند نفر احساس میکنی خداوند بهت قوت داده، تو رو بلند کرده، تو رو مس کرده، میخواییم سرزمینمون رو برکت بدیم. میخواییم سرزمینمون بلند بشه برای کسانی که دسترسی ندارن، برای کسانی که راه دور هستن، براشون دعای برکت بکنیم. همراه با این سرود بلند میشیم و دعا میکنیم خداوند سرزمینمون رو برکت بده، چرا که وعده توست که این سرزمین رو نجات بدی، تخت سلطنتت رو میخوای برپا بکنی. امروز از ما استفاده بکنه خداوند برای ساختن دیوارهای این سرزمین. امروز بایستیم برای هر قسمت که نیاز هست دعا بکنیم، برای هر قسمت که میتونی کمک بکنی کمک بکن، تا خداوند درهای رحمتش رو اول تو زندگی تو باز کنه، چرا که خداوند به اون کسی که دست دهنده داره بیشتر میده. بدهید تا به شما داده خواهد شد، پس هر که میدهد بهش دو برابر، سه برابر، صد برابر داده خواهد شد به نام عیسی مسیح. گفتی خداوند، سرزمینی که گفتی در روزهای آخر بلندش میکنی، امروز در این روزهای آخر خداوند ما رو بلند کردی، پس کمک کنه خداوند که ما بتونیم دیگران رو هم بلند بکنیم. مسیحایم تو خدایم، تا
توی منجی تو نجاتم، توی عشقم تو وجودم، توی راستی تو حیاتم، تو خدای سرزمینم گشته ویران، همان جایی که بان بسته بودی عهد و پیمان، ببین ظلم و فساد و حکمرانی شریران، ببین آه و گریه ناله و رنج ایران، پدر جانم ببین سو اساره، ببین این بچه های فقر و گورخواب و حقاره، دروغ و دشمنی و ظلم و ویرانی شهر را، حسادت خشم و کینه نفرین و زلالت را، ببین مردم چگونه چون گل پژمرده گشتن، چگونه بی تفاوت به نیاز هم گشتن، چگونه بین دروغ ایستاده در جای حقیقت، گناهان بسته درهای شفا و فیض و رحمت، چگونه فقر کشیده سرزمینم را به ذلت، به جا مانده از آن پستی و خواری و حقاره، ولی قلب تو این نیست پدر جان، ولی قلب تو این نیست مسیح جان، بریزان روح پاک خود به ایران، بریزان آتش روحت به ایران، ببخشایان گناه مردمان را، به خون پاک منجیم مسیح، بیا و سرزمینم را بنا کن، بیا دروازه هایش را بپا کن، بیا تختت را در ایلام بنا کن، از آنجا بر همه رحمت عطا کن، خداوند می فرماید من تخت خود را در ایلام برپا خواهم کرد و پادشاهان و صاحب منصبان را از آنجا نابود خواهم ساخت، اما در ایام آخر
سعادت را به ایلام باز خواهم گردانید. این از فرموده خداوند. خداوندی که به وعده‌اش همیشه وفاداره، امروز اینجا بود و هست و شما رو بلند کرده و خداوند رو شکر میکنم. ایمان دارم که خداوند یک کار عظیم با شما شروع کرده و کار خداوند اینه، محبت خداوند اینه که ما چشممون رو از روی خودمون برداریم و بتونیم دیگری هم ببینیم. پس میخوام همین لحظه همه با هم متحد برکت بدیم. میدونم تو دلتون گفتید با صدای بلند که اون روحهای شرارت بشنون که ما سرزمینمون رو برکت میدیم، ما برادران و خواهرانمون رو برکت میدیم، ما مردم سرزمینمون رو برکت میدیم، ما خاک این سرزمین رو برکت میدیم، ما تمام نفرین هایی که شده به نام عیسی مسیح قدرتاشو میشکنیم. هر دعایی، هر نذر و نیازی که به جهت بدی بوده به نام عیسی مسیح قدرتشو میشکنیم. به اسم عیسی مسیح تمام نفرین هایی که مردم ندانسته کردن در سالیان سال، روزهای دراز، به نام عیسی مسیح هر بدی که کردن که برگشته، به اسم عیسی مسیح خداوندا این مردم رو ببخش چون ندانستن چه کردن. ای خداوندا ما براشون شفاعت میکنیم. ای خداوند به نام عیسی مسیح قدرت ملک فارس رو میبند به نام عیسی مسیح خداوندم. به اسم عیسی مسیح خداوند، تو انتخاب کردی فرزندان تو تا شفیان باشن برای هر آب و خاکی که ازش اومدن، به هر جایی که بهش تعلق دارن. ای خداوند تو میخوای اون سرزمین رو بهشون ببخشی، پس از همین جا فرمان میدیم قدرت های تاریکی رو در اون آب و خاکی که بهش تعلق داریم میبندیم و قدرت های تاریکی رو میشکنیم به نام عیسی مسیح. هر لعنت و هر فریب و هر دروغ و روح زنا رو، روح فقر رو به اسم عیسی مسیح قدرتاشو میبندیم. به روح فریبو که مردم همه اسیر کرده به نام عیسی مسیح روی هر فارسی زبان، روی ایرانی، روی افغان، روی تاجیک به نام عیسی مسیح روح فریبو میبندیم به نام عیسی مسیح. به نام عیسی مسیح خداوند، تو گفتی حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. تو حقیقت زنده هستی عیسی مسیح، خودتو بشناسون ای خداوند. به ایرانی، به افغان، به تاجیک به نام عیسی مسیح خداوند چشمان دل افغان ها رو باز کنه خداوند، که یک بیداری بیاد درشون، که به خاطر ایمان خداوند اون دختری که فرزند تو بود خداوند کشته شده خداوند، اون جوان رو که این کار کرده تو لمس کنه خداوند، خودتو بهش نشون بده. به کسایی که دلشون پر از خشم، پر از کینه، چون نمیدونن ای خداوند حقیقت تو رو نمیدونن، خداوند تو گفتی حقیقت رو خواهید شناخت، حقیقت شما رو آزاد میکنه. پس هر کس که چشاش کور شده از این سنگ دلی به نام عیسی مسیح محبت تو بریز تو قلبش ای خداوند، تا چشمانشون باز بشه ای خداوند. بر سران این مملکت ای خداوند محبت تو بریز ای خداوند، خودت رو آشکار بکن ای خداوند. تو این روز های تنگ، تو این مدت کوتاهی که باقی مونده ای خداوند توبه کنن، دست از شرارت بردارن ای خداوند. ای خداوند تو نظاره کن و تو نظر کن ای خداوند بر این سرزمین که میخوای تخت سلطنتت رو برپا کنی. ای خداوند تو رحم بکن ای خداوند. توی روزها که شریر داره به قدرت میتازونه ای خداوند، تمام قدرتشو به واسطه کلام تو میبندیم به نام عیسی مسیح و اعلام میکنیم که فقط یک قدرت وجود داره و این قدرت خدای حی هست. ای خداوند قدرت تو رو، سلطنت تو رو اعلام میکنیم. صلیب تو وسط ایران میکوبیم ای خداوند، وسط تاجیکستان، وسط افغانستان میکوبیم به نام عیسی مسیح، چرا که صلیب تو میتونه این مردم رو آزاد بکنه. ای خداوند، ای خداوند شکرت میکنیم، شکرت میکنیم ای خداوند، ای خداوند شکرت میکنیم که تو شادی تو ریختی، آرامی تو ریختی و شالوم تو ریختی ای خداوند. ای خداوند میخوایم این شالوم رو به همدیگه بگیم و اعلام بکنیم که شالوم او، صلح و سلامتی او، محبت تو، امنیت او، بهترین هدیه خداوند، نه؟
بهترین چیزه که خداوند برای ما آورده و اینو برای خودمون نگه میداریم، به شما عزیزان میدیم، به شمایی که در راه دور هستید. شالوم خداوند با تک تک شما باشد و بماند. شالوم خداوند بر سرزمینمون باشد، بر اونجایی که حضور خداوند قرار بیاد باشد، چون هر جا که حضور خداوند هست اونجا شالومش هست، اونجا محبتش هست، اونجا صلح و سلامتی، امیدش، رحمتش هست و اونجا هر گره کوری باز خواهد شد به نام عیسی مسیح. پس بگید شالوم تا گره های کور باز بشه. و میخوایم هدایای قلبیمونم همراه این سرود به حضور خداوند تقدیم بکنیم. لا 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 شالوم عزیزان در مسیح شالوم، شالوم قوم خدا شالوم، شالوم با شادی در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم شالوم، شالوم، شالوم با شادی در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم شالوم، شالوم، شالوم. لا 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 لا. شالوم ای مؤمنان در مسیح شالوم، شالوم قوم خدا شالوم، شالوم با شادی در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم شالوم، شالوم، شالوم با شادی در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم شالوم، شالوم، شالوم. لا 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 لا. شالوم عزیزان در مسیح شالوم، شالوم قوم خدا شالوم، شالوم با شادی در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم شالوم، شالوم، شالوم با شادی در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم شالوم، شالوم، شالوم. لا 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 لا. شالوم ای مؤمنان در مسیح شالوم، شالوم قوم خدا شالوم، شالوم با شادی در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم شالوم، شالوم، شالوم با شادی در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم شالوم، شالوم، شالوم. لا 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 لا. خداوندا تو رو شکر میکنیم به خاطر این شادی که به ما دادی. خداوندا تو گفتی که در خداوند همیشه شاد باشید و باز میگویم که شاد باشید، چون که خداوند ما تا ابدالآباد همان است. آمین و زنده است. خداوندا با شادی این هدایا رو به تو تقدیم میکنیم. باشه که خداوندا خبر خوش نجات بخش تو توسط این هدایا به گوش خداوندا خانواده های ما و قوم ما برسه و اونها نجات تو رو دریافت کنن، تا در آسمان همه با هم با شادی تو رو پرستش کنیم. به نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین. 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 خدا شکر. خب شکر برای وجودتون. میخوام پیغام خداوند رو امروز
از همسر عزیزم بشنویم، ببینیم که خداوند امروز چه غذای خوشمزه‌ای برای ما تدارک دیده. منم خوش آمد میگم خدمت تک تک شما عزیزان. به نام مسیح، صلح و سلامتی خدا با شما باشد و بماند. عزیزانی که از راه دور با ما هستید، باشه که در پرستش ها جان و قوتی تازه گرفته باشید. آمین. ایتون باشه، توی هفته گذشته پیغامی رو از کتاب تثنیه باب 29 آیه 29 شنیدیم. اگر کتاب مقدساتون رو باز کنید، یا بهتر بگم که شمشیره یه شخص مسیحی، کتاب مقدسه. آمین. کلام خدا همچون شمشیر دودمه که در واقع میتونه عمل کنه، تا مغز استخوان میتونه نفوذ کنه. آمین. بعضی هم موبایلاشون رو میتونن در بیان، حالا اون شمشیر هم یه مقدار کوچولو ولی بد نیست دیگه، به هر حال فرق نمیکنه. در کتاب تثنیه باب 29 آیه 29، اون آیه بسیار غنی که دربارش صحبت کردیم، میگه چیزهای مخفی از آن خداوند است، چیزهای مخفی از آن خدای ماست، اما چیزهای مکشوف تا ابد، یا از الان تا راجع به ابدیت از آن ما و فرزندان ماست، تا جمیع این کلمات، کلمات شریعت به عمل آوریم. آمین. درباره این صحبت کردیم که چیزهای زیادی توی زندگی ما هست که به عنوان سوال همیشه مجهوله که خداوندا چرا؟ چراهای زیادی داریم. انسان با چراهاش در واقع به نوعی زندگی میکنه و بعضی مواقع فکر میکنم اگه تمام چراهای آدمی جواب پیدا میکرد دیگه چی داره بگه؟ خدای چرا سوال ندارم من؟ اما کلام خدا ما رو در واقع در گمراهی و ابهام باقی نمیگذاره، بلکه چیزهایی هم هست که مکشوفه و خدا میخواد که برای نه فقط ما، بلکه برای نسل بعد از ما، برای فرزندان بعد از ما مکاشفه شود. آمین. پولس در افسسیان باب 1، میخوام چند تا آیه رو برای شما باز کنم که چرا ما باید در واقع چیزهای مخفی رو جستجو بکنیم و جاهایی که پاسخی نداریم به خدا اعتماد کنیم. راجبی صحبت کردیم، برای آنچه که بر ما مکشوف هست یک بار مسئولیت میاره. خدا هر چیزی که برای تو مکشوف میکنه یک بار مسئولیت میاره، هر چیزی که برای تو باز میشه یک بار مسئولیت میاره. بعضی مواقع میخوایم چیزای زیادی بدونیم. عزیزان اینو به شما بگم، دونستن زیاد مسئولیت میاره. تو ادبیات ما بعضی مواقع هست میگه خوش به حال اونایی که هیچی نمیدونن، چون که نمیدونن غمم ندارن، باری ندارن، دردسری ندارن. وقتی میدونی بار میاد. وقتی کتاب نهمیا رو نگاه میکنی میگه، یک سوال میکنه، میگه از دوست برادران من در اورشلیم چه خبر؟ معمولا بعضی مواقع ما این سوالا رو میکنیم، چه خبر؟ ایران بودم، ای ایران چه خبر؟ افغانستان بودم، چه خبر؟ فلان جا بودم، چه خبر؟ دائم دائم در حال در واقع گفتگو این اخبار هستیم. یک سوال میکنه نهمیا، فکر نمیکرد که در واقع این سوالی که داره میکنه زندگیشو عوض کنه. یه سوال معمولی، چه خبر؟ از اورشلیم اومدی، چه خبر؟ گفت نگو که اورشلیم وضعش خیلی خرابه، مردم تو وضع افتضاح زندگی میکنن، دیوارهای شهر فرو ریخته و دروازه های سوخته. میگه همین که شنید تمام بدنش لرزید. چرا؟ چون که تو اون موقع که تو نمیدونی چه خبر. بعضی مواقع از شما میرید توی فیسبوک اینوری و دائم دنبال چه خبر هستید. اینو به شما بگم، هر تا آنچه که تو میدونی در مقابلش مسئولیت میاره. کسایی زیادی هستن، برادر بیا برای ما دعا کن، ما مکاشفه بگیریم. آمین. بار مسئولیتش گردن تو، چه از این به بعد آنچه که تو خدا به تو نشون میده بار مسئولیتش گردن تو خواهد و به عنوان یک قنطار رو ازش استفاده کنی و اگر اون رو خاک بکنی باید به خدا جواب پس بدی. برای عطایای مختلف برده، برای من این دعا کن، برای این بار این عطا رو بگیرم. آمین. عطایایی که میگیری در مقابلش مسئولیت میاره، اینو فراموش نکن. خیلی مواقع ما ظرفیت شنیدن هیچ چیا رو نداریم، چرا که یک نفر کافیه بیاد راجبه یه چیزی از اون به تو بگه. با شخصی صحبت میکردم، میگه برادر برای من دعا کن، من میخوام عطای تشخیص ارواح بگیرم.
گفتم برای چی میخوای؟ آره میخوام تو جنگ های روحانی ازش استفاده کنم، روحا رو بشناسم و فرمان بدم برن بیرون به نام عیسی مسیح. من قلب دارم برای آزادی مردم. گفتم اوکی اوکی خیلی خوبه، اما یه سوال دارم به تو میکنم. تشخیص ارواح فقط یک قسمتش تو جنگ های روحانی خواهی داشت. اولین چیزی که میخوام بهت بگم اینه، وقتی داری با رفیقت که فکر میکنی خیلی دوستت داره صحبت میکنی و وقتی حرف میزنه تشخیص ارواح به تو میگه داره دروغ میگه، آیا حاضری دوباره قبولش کنی؟ شک شد، گفتم هنوز ظرفیتش نداری تو، پس هنوز برای تو زوده تشخیص ارواح بگیری. تو که چیزهایی رو تو میتونی ببینی که باید دلی بزرگ داشته باشی، مثل عیسی با این که میدانست و میدید محبت میکرد. اینه قلب خدا، فقط دانش داشتن و شناخت داشتن و مکاشفه داشتن، آسمان رو دیدن، رفتن و دیدن و اومدن کافی نیست. تو باید ظرفیته، تو مسئولیت میاره. خیلی از افراد به خاطر عطایاشون تو گناه میفتن، چون که شروع میکنه داوری کردن و شروع میکنه چیزهایی رو در واقع که خدا بهش میده برای یک کاری دیگه شروع میکنه یه جوری دیگه نگاه کردن و برداشت یه جوری دیگه کردن و همین باعث میشه که در واقع گناه میکنه و مستشون رو خدا ور میداره. وقتی تو چیزی میدانی و با قلب عیسی عمل نمیکنی، خدا دیگه اون چیزو به تو نشون نمیده. اگر تو الان چیزهایی رو میدیدی و دیگه نمیبینی، حواست باشه ببین کجا خطا کردی، کجا گناه کردی که خدا گفت ولش کن، بهتره که گناه نکنه، هیچی نشونش نمیدم. اما آنانی که مشتاقن از خدا مکاشفات بگیرن، دعا کنن خداوندا مرا قبل از دیدن آماده کن که به نیکویی و درست عمل کنم. یهودا را مسیح میدانست، لقمه اینان به او داد. این کلید اصلیه. تو بدانی و در شخصیت تقدیری روشی انجام نشه. اما خدا رو شکر که خدا میخواد که چیزهایی بر ما مکشوف بشه و برای ما آشکار بشه. میخوام بریم به افسسیان باب 1 آیه 17. میگه دعا میکنم که خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر ذوالجلال، روح حکمت و کشف را در شناخت خود به شما عطا کند. آمین. داره دعا میکنه، دعا میکنم که تو روح مکاشفه بگیری، دعا میکنم که روح کشف بگیری، خدا چشمایی تو رو باز کنه، خدا بتونه چیزهایی رو به تو نشون بده که با حواس پنجگانه تو نمیتونی نه ببینی نه بشنوی نه لمسش بکنی. از آن پس چیزهایی رو خواهید دید که هیچ گوشی نشنیده و چیزهایی رو خواهید دید که هیچ چشمی ندیده و چیزهایی رو درک خواهید کرد که هیچ فهمی نفهمیده. دعا میکنم که دریافت کنید. و این دعا رو برای کلیسا داره میکنه، آنانی که مشتاق هستن بگن آمین، خداوند اینو به من عطا کن. ولی جالبه کنار روح مکاشفه اول میگه دعا میکنم که روح حکمت رو بگیری، چون که حکمت به تو میگه وقتی آنچه که دیدی چگونه عمل کن، چه کار بکن باهاش. اونجاست که میتونی چیزهایی رو ببینی که در دنیای روحانی، در دنیای جسمانی نمیتونی ببینی. وقایعی رو میتونی باش ازش خبردار بشی که تو حالت معمولی تو ازش بیخبری. کلام خدا به در زبان پتروس میگه که آتشی رو که در میانش هستید نترسید. یه جنگه، یه بحرانه، یه حمله است، همه چی بر ضدشونه، داره قوم خدا کن فیکون میشه و ترس عظیمی، همه پراکندن، دارن میترسن و فراری میشن. خدا داره یه کلامی بهشون میده، از آتشی که در میانش هستید نترسید، چرا که به جهت هلاکت شما نیست. اینو کی میتونه تشخیص بده؟ پتروس داره به الهام روح خدا تشخیص میده این آتش به جهت هلاکت تو نیست، به جهت تقدیس توست. این یعنی مکاشفه. بحرانی که اومدی یه دفعه شوک نشو، ضربه‌ای که خوردی یه دفعه شوک نشو، یه دفعه کی مرد و کی زنده شد یه دفعه شوک نشو، از کجا اومد؟ میتونی تشخیص بدی، چیزی رو ببینی که بقیه مردم دارن ازش میترسن.
تو چیزهایی رو با خبر میشی که مردم دیگه براشون معما و سؤاله. اما دعا کن که خداوند بهت فهم بده که بدانی چه اتفاقی داره دور بر تو میفته، در اطراف تو داره میفته. مثلا به عنوان خادمین خدا دعا کنید که خدا اینو بهتون بده. تو اگه نفهمی نمیفهمی از کجا دعواها، نزاها تو کلیساها، خانواده‌ها، خادمین به جون هم میافتن. کی از کجا داره چی کار میکنه؟ وقتی تشخیص ارواح داری قشنگ تشخیص میدی شیطان چطوری داره کلیساتو بازی میده. اینقدر عبور کردیم از این چیزهای مختلف که در واقع هر روش انسانی جواب نمیده، مگر اینکه در حضور خدا، خدا چشمای من رو باز کن تا من چرا ببینم که دیگران نمیبینن. اون موقع با یه قدم کوتاه بزرگترین حرکت رو میتونی به عنوان خادم خدا انجام بدی، به عنوان زن و مرد خانوادت میتونی انجام بدی. و بعضی مواقع اگه نفهمی، وقتی کلام خدا میگه جنگ ما با انسانها نیست، داره مکاشفه میده. جنگ ما با انسانها نیست یعنی نه جنگ. با کیه؟ داره مکاشفه میده. تمام کتاب مقدس مکاشفات خداست. هفته گذشته راجع به این صحبت کردیم که قانون الهیه، اما تو قانون الهی خدا داره قانونها رو مکاشفه و مکشوف برای ما میکنه که طبق قانون تو بتونی دریافت کنی. آمین. کجا قانون رد نشی و کجا از قانون استفاده بکنی برای بقا و حیات خودت. پس خدا فقط نمیخواد که ما روح حکمت و کشف رو برای شناخت خودش داشته باشیم، بلکه در افسسیان باب 3 آیات 5 به بعد رو برای شما میخوام بخونم. اونجا اول صحبت میکنه، میگه که آنچه را که برای بنی آدم مکشوف نبود اکنون خدا بر رسولان و انبیاهای خود به روحش مکشوف ساخته. آمین. و بعد ادامه میده، میگه سری وجود داشت که خدا از طریق من مکشوف کرد تا اون رو برای شما آشکار کنم، تا از این پس کلیسا اون رو برای دنیا مکشوف کنه. خدا میخواد که در کلیسا مردم حکیم، زنان حکیم، مردان حکیم وجود داشته باشن که در واقع سر خدا رو بشناسن و فهم درست از کلام خدا داشته باشن تا بتونن قوم خدا رو در راستی هدایت کنن. به عنوان زن و مرد خدا، به عنوان زن و مرد در خانوادت، به عنوان رئیس بیزنس هستی، به عنوان هر کسی که هستی صاحب اقتدار هستی، پدری مادری اقتدار داری، رئیسی اقتدار داری، مهندسی اقتدار داری، شرکتی داری اقتدار داری، در جایی هستی که اقتدار داری، خدا میخواد به تو نشون بده چون که صاحب اقتدار هستی پس تو میتونی مکاشفات داشته باشی. چون خدا میخواد آنانی که صاحب اقتدار هستن فهم داشته باشن و مکاشفه دریافت کنن. آمین. اما وای به حال افرادی که خدا نه فقط به ایشان مکاشفه نمیده، بلکه میگه چشمان ایشان را بسته و گوشهای ایشان را بسته، که عملا بهتر بگیم شیطان گوشهای و چشمان ایشان را بسته، چرا که نمیخواهن بفهمن و ببینن که خدا برای ایشان چه در نظر دارد. اما تو باب 5 آیه 15 میگه پس با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان، وقت رو دریابید زیرا که این روزها شریر است. خدا فقط نمیخواد که ما مکاشفه از دنیای خودش داشته باشیم، بلکه میخواد از دنیای تاریکی هم مکاشفه داشته باشیم، از دنیای شرارت هم مکاشفه داشته باشیم. خدا فقط نمیخواد از آسمان سوم که جلال خودش مکاشفه داشته باشیم، که نشون میده خدا میخواد آسمان دوم که قدرت‌های تاریکی هستن و حتی آسمان اول که ما داخلش هستیم به نوعی روی زمین یا زیر روی این سطح زمین آگاهی داشته باشیم. میگه پس با خبر باشید که چگونه رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان، و وقت رو دریابید زیرا که این روزها شریر است. از این جهت بی‌فهم نباشید، بلکه بفهمید اراده نیکو و پسندیده خدا برای شما چیست. پس برای اینکه ما بفهمیم چه روزی شریره، احتیاج به مکاشفه داریم. این روزهایی که داره به تو بحران میاد، فشار میاد، سوالهای ناجواب داری، باید تشخیص بدی که داری از کجا میخوری.
اینجاست خداوند تو چشمای من رو باز کن تا آنچه را ببینم که موافق شرایط زندگی منه. اینکه در چه شرایطی داری زندگی میکنی؟ افراد زیادی هستن تو موقعیت‌های مختلف، دردهای مختلف و می یا ایمیل میزنن یا به هر بنو مسیج میدن که برادر ما تو شرایط خیلی سختی هستیم. معلومه وقتی تو وسط آتش هستی تنها چیزی که میبینی چپ و راست آتشه، مگه اینکه از بالا بخوای نگاه کنی همه چی رو که کی این آتش رو بنا کرده و این آتش آیا به جهت هلاکت توست یا به جهت تقدیس توست. اکثر ایماندارا میافتن چون که مکاشفه ندارن، چون که نمیفهمن شرایطی که داخلش هستن چه پیغامی داخلش هست. به همین دلیل وقتی ما ندانیم اشتباه میکنیم. قوم من از عدم معرفت هلاک شد، قوم من از عدم معرفت اسیر شد. دو بار تو کتاب مقدس، هم در اشعیا هم در کتاب هوشع میگه قوم من از عدم معرفت، از عدم شناخت، از عدم مکاشفه اسیر شد و هلاک شد. چرا که نفهمید ایام عمر خدا، نفهمید نه منو شناخت، نه خودش شناخت، نه شیطان شناخت، نه شایطی که داخلش بود. هر بار به هر کدوم از اینا برخورد اشتباه عمل کرد. پس مست شراب نشوید که در اون فجور است، بلکه از روح خدا پر شوید. یعنی چی؟ میگه وقتی تو این دنیا هستی و شرایط دنیا مثل شراب تو رو گیج میکنه، خبرها، صورت حسابا، تصادفها، بحرانها، چیزهای ناگوار، مریضیها، خبرهای بد مثل شراب تو رو گیج میکنه، مستت میکنه. مستی فقط به خاطر خوشی نیست، بعد به آدم ها از بدبختی مستن، مست بدبختی مصیبتن. تمام فکرشون درگیره آدم مست کیه؟ آدمی که در واقع دست خودش نیست، کنترلش دست خودش نیست. کی تو کنترلش میکنه؟ شراب داره کنترلش میکنه، مستی داره کنترلش میکنه، الکل داره کنترلش میکنه، به قول معروف داره تلو تلو میره. آدم بدبخت کیه؟ آدم بدبخت نیدید تو خیابون؟ آدم بدبخت کسی که بدبختی اونو داره کنترل میکنه، مصیبت و درد و بیماری و تمام اخبار بد داره کنترلش میکنه. اصلا خودش نمیفهمه، میگه عمو چیه؟ این هم مستیه. میگه نگذار نه فقط خوشی تو رو مست کنه، بلکه بدبختی هم نذار تو رو مست کنه، نذار این چیزا تو رو پر بکنه. آنچه که تو احتیاج داری در روزهای سخت زندگیت پری از روحه، چون که او به تو مکاشفه میده. آمین. روح خداست که بر تو مکشوف میکنه، چون که چیزی رو روح خدا میبینه و به تو میگه که چشم تو نمیتونه ببینه. اینو به عنوان یک فرزند خدا داشته باشید. هر آنچه را که خدا، چون قلب خدا مکاشف است، هر آنچه که خدا به تو مکاشفه داده تا ثانیه قبلی مطابق آن زندگی کن، تا روز قبلی مطابق آن زندگی کن، تا آخرین باری که از خدا چیزی گرفتی مطابق آن زندگی کن، تا زمانی که چیز جدیدی نگرفتی با همون قبلی زندگی کن و به خدا اعتماد کن. یا خدا مکاشفه بعدی به تو میده برای مسیر بعدید، برای حرکت بعدید. شخصی میگفت تا الان من حدود 7 بار سعی کردم از ترکیه بپرم، نشده. 7 بار گیر کردم، 7 بار زندان رفتم، 7 بار دیپورتی. میدونی چی نوشته بود؟ میگه دیگه برادر بالی برای پریدن ندارم، بالام چیدن، دیگه چیزی برای دست دادن ندارم. گفتم 7 بار پریدی ولی خودت پریدی، به حرف این اون پریدی. قاچاقچی بهت گفت آماده باش، گفتی باشه امشب آمادم، پریدی به اعتماد این اون پریدی، به امیدی که شاید خدا بیاد یه کاری انجام بده. خدا کریمه که معمولا هم همچی مواقعی با بال سقوط کرده. گفتم اگه به جای 7 بار پریدن 7 بار دعا میکردی، مطمئن باش خدا 1 بار به تو مکاشفه میداد که چگونه باید عبور کنی. چون خدا میخواد خیلی چیزها رو قبل از واقعه. عیسی میدونه زمان مرگش کیه، یوحنا میدونه زمان مرگش کیه، پولس میدونه زمان مرگش کیه، حتی میدونه که دوران من تمام شده. عزیزان خدا حافظ، من دارم میرم. کجا داری میری؟
همدیگر رو میبینیم در آسمان، ای تو داری میری سراغ مرگ، آره اینم میدونم، همه شو میدونستم، چون خدا به هم گفت دوران تو تمام شد. این نشانه مرد خداست. اینو چیزی که خدا میخواد بر ما مکشوف کنه. اما سرده‌ها در گریبان است، همه سرشون تو خودشونه، تو لاک خودشونه، تو بدبختی و مصیبت خودشونه. اینقدر مصیبت ریخته، اینقدر کوه انباری از فشارهای جور و جور ریخته که اصلا نمیفهمی داری چه کار میکنی. اشتباه پشت اشتباه، مثل باطلاقی که هرچی دست پا میزنی به جایی که بیای بالاتر یه قدم میری پایین تر، یان به خودت میاد تا اینجایی. انقریب گل تمام دهانتو نفستو پر میکنه. در عبرانیان باب 11 آیه 3 که تو این چند هفته گذشته رو این دوتا آیه داریم کار میکنیم، میگه آنچه که در دنیای دیدنی ساخته میشه در دنیای نادیدنی طراحی میشه. بدون برو برگرد هیچ استثنایی وجود نداره. حتی اگه به نفس به کاری روی زمین، در دنیای روحانی قدرت تاریکی در رو نفس کار میکنه و میسازه. هیچی در روی زمین وجود نداره که تو ببینیش و در دنیای نادیدنی طراحی نشده باشه. دنیای نادیدنی میخواد دنیای ملکوت خدا و پادشاهی خدا باشه، میخواد پادشاهی شیطان و دشمن باشه. وقتی انجیل لوقا باب 11 رو نگاه میکنیم، شاگردان به عیسی میگن که دعا کردن رو به ما یاد بده. مسیح اونجا یه طرح دعا رو بهشون میگه، چون هر جا مسیح میرد صحبت از این میکرد که پادشاهی خدا نزدیکه، پادشاهی خدا نزدیکه. بعد شروع میکرد یه سری کار رو انجام دادن، یه سری اعمال انجام میداد، معجزات، شفاها، یا چشمان کوران باز شدن، زبانشون باز شدن، مرده ها زنده شدن، دائم چیزهای دیگه، نان از آسمان ریختن و چیزهای مختلفی که در واقع داره اتفاق میفته. و دارن سوال میکنن، خداوند دعا کردن رو به ما یاد بده. خوب گوش کنید، میگه دعا کردن رو به ما تعلیم بده. اما جالبه، میگه همونطوری که یحیی یاد میداد. من تا الان به این دقت نکرده بودم، بارها راجع به این آیه موعظه کردم، شنیدید از من موعظه زیاد شنیدید در این باره. میگه مثل یحیی، یحیی سمبولی از شریعت بود اتفاقا. مسیح مثل یحیی بهشون یاد نمیده، چون یحیی خودش نمیفهمید وقتی گرفتنش این بلایی که داره سرش میاد از کجا داره میاد. اگر میدونست نمیگفت یحیی تو اون نجات دهنده هستی؟ خودش هم گیج بود، نمیفهمید چه اتفاقی افتاده، خودش هم یفه شوکه شده بود، میخوان سرشو بزنن. مسیح نیومد دعا کردن مثل اونا رو بهش یاد بده، اومد یه دعای مکاشفه‌ای یادشون داد. گفت چی میخوای دو زمین اتفاق بیفته؟ هر چی میخوای اتفاق بیفته تو باید دنیای نادیدنی شروع کنی ساختن. آمین. به همین دلیل آنچه که روی زمین تو طلب میکنی این گونه دعا کن: ای پدر من که در آسمانی. بابا گفتیم روی زمین به ما دعا کرده یاد بده. نه 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 نه، روی زمین اتفاقی نمیفته اگه در آسمان طراحی نشه. ای پدر من که در آسمانی، یه فکر داری، یه قلب داری، یه ایده، یه طرح داری. پادشاهی تو، قلب تو، فکر تو، نقشه تو بیاید. و من زمانی در واقع میتونم روی زمین پادشاهی خدا رو در واقع انجام بدم، در صورتی که بدونم در دنیای روحانی پادشاهی خدا یعنی چی، طرح خدا یعنی چی، قلب خدا چیه. مطابق اون من میتونم روی زمین بسازم. من باید بدونم که در واقع پادشاهی خدا یعنی چی، توی پادشاهی، توی ملکوت خدا، توی این قلب خدا چه اتفاقی میفته که روی زمین باید بیاد. اگر ندونی اشتباه هم دعا میکنی. اکثر دعای ما جواب نداره، چون اشتباه دعا میکنیم، اشتباه دعا میکنیم، اشتباه جواب میگیریم، اشتباه هدایت میشیم و اشتباه قدم برمیداریم و اشتباه سقوط میکنیم، 7 بار میفتیم و نمیتونیم بپریم. دلیلش اینه.
چون من چیزی رو میخوام در زمین در واقع انجام بدم که نمیدونم در آسمان برای چه تصمیمی گرفته شده. چون نمیدونم قلب خدا چیه، حمایت خدا با من هست یا نیست، دست خدا با من هست یا نیست، این تصمیمی که من میخوام بگیرم با تصمیم خدا همسوه یا نیست، نمیدونم. خدا آنچه را که در واقع با او همسوست تأیید میکند، نه آنچه که بر ضد اوست. جالبه وقتی این قسمت رو مطالعه میکردم، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان ها در زمین کرده شود یا مکشوف گردد، دو تا تیکه داره کلن. یک راجب نان صحبت میکنه، دو راجب شیطان. تموم شد رفت، دعای ربانی، نان، شیطان، همین دو تیکه. نان به ما بده، من از شیطان برهان. مسیح داره چی میگه؟ میگه اون پادشاهی که داره میاد رو زمین با تمام برکاتی که داره، با تمام نانی که داره، یه دشمن داره که پادشاهی شیطانه که در ضد این میسه که نان تو رو بدزده. تو باید یاد بگیری فقط نان گرفتن یاد نگیری، حفظ نان نگه داشتن هم یاد بگیری. نان کافی دادن، اول بفهم نان کافی یعنی چی. نان کفاف یعنی نه نان کافی. نان کافی یعنی چی؟ آمین که نان کافی برای جسم ما هست، اما انسان فقط به نانم زیست نمی کند. تو اول کلام خدا برات مکشوف بشه و مطابق وعده‌های کلام خدا تو میتونی نان رو دریافت کنی. آمین. برای آدم مریض نان چیه؟ شفاست. برای آدم بیکار نان چیه؟ کاره. برای آدمی که میخواد تحصیل بکنه قبولی دانشگاه است. برای آدمی که در واقع گرسنه است، خب آمین، یه نان زمینی هم هست. برای آدم تنها یه پارتنر، این نانه. نیازهای تو نان توست. خداوند نیازهای من از آسمان. آها، پس یه نیازی هست، یه خلایی هست تو زندگی تو. نه، چیزی وجود نداره، اقامت نیست، پول نیست، کار نیست، هیچی نیست، اما تا دلت بخواد بدهی یا بدبختی یا مصیبت و خبرهای بد هست، پس یه خلایی در زندگی تو هست که یکی باید پرش کنه. و سوال اینه، تو باید بدونی چی در آسمان میاری روی زمین. اگر هر چیز اشتباهی بخوای بیاری، شیطان هم در این دنیای تاریکی خیلی چیزا به تو میده. هر وقت که خدا بهترینش رو میخواد به تو بده، شیطان هم بهترین آسش رو میکنه. آدم هایی که مدت ها دنبال کار بودن، کارگیرش نمیاد. همین که کارگیرش میاد، هزار تا کار از زمین زمان براش میاد. و تشخیص بدی کدوم از این کارا طبق اراده خداست. طرف خواستگار نداره، یه دفعه یکی که پیدا میشه هم زمین و زمان خواستگارش میشن، میگه بابا تو الان کجا بودی؟ شیطان تمام درها رو در واقع یه دفعه آساش رو میکنه. اینجاست که تشخیص باید بدم که خداوند کی، کجا، کی. توی هفته گذشته خدا یه مکاشفه ای از کتب حکمتی داشت به هم میداد. داشتم مروری میکردم توی افکارم روی کتب حکمتی، مثل کتاب ایوب، مثل امثال، مثل بعضی قسمت های مزامیر، مثل کتاب جامعه، ابعاد مختلفی که از کتابایی که در واقع کتب حکمتی محروفه تو کتاب مقدس از علم الهیات. داشتم فکر میکردم و خدا یه طرحی رو از این کتابا بهم داد. گفت تمام پیغام این چهار تا کتاب، این چند تا کتاب چهار تا چیزه. همشو فقط یک چیز میخواد بگه که در نهایت کل کتاب مقدس همینه میگه. یک، یادداشت کنید، تو ذهنتون نگه دارید. یک، زمانهای خدا. خدا در زمانها کار میکنه. زمان نقش بسیار مهمی در ابتدا راجع به زمانها صحبت میکنه. پسران یساکار رو میشناسم که از زمانهای خدا با خبر بودن. جدعون میدونه زمان جنگ کیه. کتاب جامعه میگه برای هر چیز در زیر آسمان وقتی است. ولی سوال اینه کی تشخیص میده وقت کیه؟ حکیمان. و خدا میخواد مکشوف کنه که زمان رو به تو بگه، چون در زمان خدا کار میکنه. اکثر ما تو زمانهای خدا راه نمیریم. اکثرا یا عقب مون میمونیم یا جو و شور میگیره ما رو، میافتیم جلوتر از خدا. خدا میگه کجا رفتی بابا، ما اینجاییم. زمانهای خدا، تشخیص زمانهای خدا بسیار مهمه. برای هر چیز در زیر این آسمان، هر اتفاقی را زمانی است.
زمانی برای حیات و زمانی برای آمدن و زمانی برای رفتن، اما اینکه من تشخیص بدم که کی باید برم و بیام، این حکمت میخواد. اونجا چارچوب اصلی رو میگه، اما در ملاقاتهای شخصی خدا اون زمانهای خاص رو به تو مکشوف میکنه. الان زمان پریدنتونه، الان زمان حرکت توه، الان زمان تقدیس توه، الان زمان بلند شدن توه، الان زمان سکوت توه. ساکت باش، دهانتو ببند. الان زمان روزانوها رفتنه، الان فقط زمان کاشتنه. انتظار درو نداشته باش. زمانهای خدا رو ما منو تو باید تشخیص بدیم. دو، مکانهای خدا. خدا در مکان کار میکنه. بلا فاصله بعد از ابتدا شروع میکنه از مکان صحبت میکنه. خدا در ابتدا آسمان ها سریع زن مکان میاد. انگار زمان، مکان و زمان با هم ادغام کار میکنه. اگر زمان خدا برسه و تو در مکان خدا نباشی، هیچ اتفاقی نمیافته. ایلیا میدونست شرحال قوم اسرائیل شرحال خیلی خاصیه، توی بحران خاصیه، میدونست که داره چه اتفاقی داره میفته، میدونست داره به کجا کشیده میشه. از خدا خیلی چیار رو، زمانهای خدا رو میدونست. اما زمانی هست که در واقع فرشته خدا میره و به ایلیا میگه ایلیا مرد خدا، تو رو اینجا چه کار است؟ زمانهای خدا رو تشخیص میداد، در مکان خدا نبود. وقتی در مکان خدا نیستی، اون ملاقاتی که بعد اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. فکر نکن هر جا که باشم خدا همونجاست. گیریم که خدا همه جا باشه، به تو چه؟ شیطان هم همه جا هست. تو مکانهای خدا باید باشی. داوود بی خود دعا نمیکنه، میگه تمامی آرزو قلب دل من این است، یه دعا میکنم، فقط یکی، نمیگه دوتا. تمامی ایام عمرم در خانه خدا ساکن باشم. در خانه خدا یعنی در مکانهای خدا، در جاهایی که خدا میگه من باشم. چرا که آن جایی که خدا میگه من باشم، اونم اونجا حضور داره، پس اونجا خانه خدا محسوب میشه. آمین. من باید در مکان خدا باشم. داوود بالای پشت بون چه کار میکنی تو؟ اینجا مکان توه؟ نه، مکان داوود اونجا نبود. زمانش رو تشخیص میداد زمان جنگه، اما مکانش رو تشخیص نمیداد به جای اینکه جبهه جنگ بره بالای پشت بون. پس فکر نکنید فقط تشخیص زمانهای خدا کافیه. مکانهای خدا رو ما باید تشخیص بدیم. در چه زمانی من در کجا باید باشم؟ میگه مسیح روز جمعه مرد، روز شنبه همینطور در قبر مان، روز یک شنبه قیام کرد. میگه شاگردان همه با هم، حالا ترسان هر چی که بود در یه جا جمع شده بودن و مسیح میره ملاقاتشون میکنه. ولی سوال اینه، کلام خدا میگه توما اونجا نبود. همه او را ملاقات کردن در اون زمان به جز توما. خدا ما را از توماها، بازیامون آزاد کنه. سومی چیزی که ما باید بدونیم اینه، در زمان خدا و در مکان خدا ایستادن، خداوند اراده تو چیست؟ به من فهم بده چی میخوای در این زمان و مکان؟ ما وقتی به کلیسا میایم یا مشارکت میکنیم، گوشم به صدای خدا باز باشه. پرستش میکنم، آمین، پرستش میکنم که گوشم آشنا بشه به صدای خدا، آشنا بشه، حواسم باشه که خدا اگه قرار چیزی برام مکشوف کنه، به من بگه برای زندگیم، برای هفتم، برای آیندم چی میخواد بگه. طرح خدا چیه؟ نقشه خدا چی برای من؟ من اگر نفهمم، به خاطر میگه بیفهم نباشید بلکه بدانید اراده نیکو و پسندیده خدا چیست. آمین. پس اگر در زمان خدا روز یک شنبه میام و در مکان خدا روز یک شنبه میام تا اراده خدا رو تشخیص بدم. آمین. اراده خدا رو در زمان و مکان درست رو تشخیص میدی، چون خارج از زمان خدا چیزی به ما نمیگه و خارج از مکانم عمل نمی کنه. قدم سوم، اراده او رو را طلب کن.
یک آیه هست توی ما میخوایم که در پادشاهی خدا سهیم باشیم که آمین ما رو خوانده که همچون پادشاهان باب 25 کتاب امثال یا یه خیلی فکر منو مشغول کرد، گفتم واو، راجع به خدا و پادشاه صحبت میکنه، پادشاهی که قرار پادشاهی کنه و مطابق حکمت پادشاهی سرزمینی رو، کشوری رو، خونه ای رو، شرکتی رو، بیزنسی رو، مسیری رو، حرکتی رو در واقع چکار کنه؟ فرماندهی کنه. میگه مخفی داشتن امر جلال خداست. وقتی راجع به جلال داره صحبت میکنه میگه خدا کارش اینه که مخفی عظمت خدا در سرشه، عظمت خدا در چیزهایی که در واقع او میداند و دیگران نمیدانند، به خاطر همین خداست، به خاطر اینکه علم مطلقه، اون چیزهایی میدونه که بقیه نمیدونه، پس عظمت خدا به خاطر علم و دانشی که او دارد و بقیه ندارن. میگه این جزء جلال خداست، جزء عظمت خداست. اما عظمت پادشاه رفتن و این اسرار را مکشوف کردنه. یعنی چی؟ از سر آسمان با خبر شدن، از سر و قلب خدا با خبر شدن. خدا دوست داره آنانی رو که در جستجوی شناخت قلب مخفی خدا هستند تا خدا بر ایشان مکشوف کند. آمین. میگه پادشاه موفق، پادشاهی، بله، خدایی که من رو گذاشته به پادشاهی اینجا، به من اقتدار داده، چیزهای زیادی داره که من نمیدونم، اوکی، اما در حدی میتونم ازش بپرسم که چگونه زمینم رو حکومت کنم. آمین. چگونه شرکتم رو حکومت کنم، چطوری خانوادم رو حکومت کنم و در واقع نگهداری کنم. اینجاست که خدا بر او مکشوف میکنه. یه پادشاه حکیم، پادشاهی که میره تا اسرار خدا رو دریافت کنه. در این حال حواستون باشه که دارم به یک سمتی میرم که شما رو داره وارد یک دنیایی میبرم که در واقع خدا میخواد براتون مکشوف کنه، ولی حواستون باشه این دنیای ناشناخته، قدرت‌های تاریکی هم بیکار نیستن، هدایت‌ها و ربوبت‌های غلط زیاد میاد که باید کلام خدا رو خیلی خوب بشناسی، و اگه کلام خدا رو خوب نشناسی دوباره همون آساییه، تا خدا شروع میکنه به تو برکت دادن، شیطان شروع میکنه به تو ارائه دادن. بعد قدرت تشخیص داده باشید، هر روح را نپذیرید، بلکه بیازمایید. خدا هم به ما مکاشفه میده، هم قدرت تشخیص در واقع مکاشفات میده. آمین. هم بر ما مکشوف میکنه، هم قدرت تشخیص مکشوفات رو بر ما باز میکنه. چهارمین قدم راجع به حکمت. در زمان خدا، زمانهای خدا رو تشخیص بدم، در مکان بیستم و بفهمم که اراده خدا چیست، آنگاه من بکنم آنی که خدا میخواد در زمان و مکان با ارادهش از طریق من انجام دهد. آمین. مشکل ما میدونی چیه؟ بعضی مواقع ما میدونیم زمان خدا کیه، بعضی مواقع حتی میدونیم مکان خدا هم کیه. برادر، من میدونم، من میدونم خدا منو خوانده برای این، من میدونم که خدا به من رویا داده که من این میشم. خب اوکی، خدا رو شکر من میدونم، پس ستاشو میفهمه، زمان و مکان میفهمه، و کی میخوای انجام بدی؟ وقت گل نی. تا تو انجام ندی زمان و مکان و فهم فایده ای نداره. خدا روحش به مطیعان میریزه، خدا مطیعان رو برکت میده، آنانی که میخوان طالب اراده او هستن خدا ایشان را مکاشفه میده. خیلی از ما مکاشفه نمیگیریم و زمانها و مکانها رو تشخیص نمیدیم. میدونی چرا؟ چون خدا میدونه زمان و مکان و اراده رو وقتی تشخیص بده کار خودتو میکنی.
خدا به خاطر اینکه داوری بر تو نیاد و جرم بیشتری بر تو جای نشه بر تو هیچی نمیگه، چون هرچی بیشتر میدانی بار مسئولیتت بیشتر میشه، پس میگه ولش کن که کار خودشو میکنه. تمام کتب حکمتی اینه و به خطور خاص یه شخص حکیم این چهارتا رو جستجو میکنه. از این پس برای این چهارتا سوال کن تو هر مشکلی که هستی، خدایا من در زمان تو هستم که این داستان اتفاق افتاد، یه شخصی میگفت که ما دو تا ماشین بودیم با هم تصمیم گرفتیم حرکت کنیم، میگه همه چی هم بستیم و گفتیم بریم، ماشینمون هم شبیه هم راه افتادیم، میگه همین که ما راه افتادیم دیگه ماشین پشت سرم نمیاد، زنگ زدم کجا، گفت تو برو من میام. میگفتم خب میاد دیگه، خودش ناویگاسیون داره میاد. میگه ما رفتیم، گفتیم خب حالا به هر حال میرسیم دیگه، حالا یکم اینوری بر. میگه داشتیم میرفتیم حدود تقریبا 15-20 دقیقه رفتیم که یه دفعه رادیو اعلام کرد که جاده فلان یه تصادف سنگین شده، یه کامیون یه ماشین رو زده. میگه اول فکر کنیم که حالا دوباره جلومون، حالا دوباره ببریم توی ترافیک و حالا چی میشه، فهمیدیم نه مال پشت سرمون داره میگه، چون آدرسی که گفت مال از پشت سر به این ور بود نه از اون ور به اون ور بود. میگفت خدایا بهش رحم کن هر کسی بوده. میگه کم رفتیم دلمون آشوب شد، ما یه نفر دوم داریم، حالا هرچی زنگ میزنیم جواب نمیده، هرچی زنگ میزنیم جواب نمیده، بابای کجاست، یکی تلفن جواب نمیده. میگه روز بسیار سختی داشتیم. میگه برگشتیم اتوبان اونور برداشتیم اومدیم، کلی مسافت دیدیم، آمبولانس و همه اینها. میگه یه جایی زدیم تو چهارچراغ و زدیم کنار، اون روبرو نگاه کنیم، بله ماشین همراه ماست. زمانی که ما عبور میکنیم این با تأخیر میاد، یک کامیون از ورودی میاد داخل، همونجا قیچیش میکنه بدونی که تو لاین بیسته، یه دفعه میکشه این بر. وقتی تو زمان خدا حرکت نکنی، اون یکی وقتی دارن دعا کردن ما داریم میریم، باید بریم، تو این زمان داریم میریم، دو تا ماشین، دو شکل، یه شکل، همه چیز با یه برنامه، با یه تر، وقتی تو زمانها رانری این هم هست. خدا میخواد ما زمانهاشو تشخیص بدیم، میخواد دعا بکنیم. وقتی میگه این روزها شریر است، یعنی امروز روز شریر است، تو باید تشخیص بدی امروز چه خبره. اگه صبح بلند میشی اعصاب درست حسابی نداری، نمیدونی چته، امروز اصلا حالم خوب نیست، از صبح که بلند شدم اصلا حالم خوب نیست، جسمی روحی اعصاب ندارم، اوکی این همون روز شریره. کلام خدا داره به تو حکمت میده، وقتی بی دلیل حالت خرابه یعنی روزهای شریره، شریر رو حمله میکنه، تو باید تشخیص بدی، اونجا حرف نزن، دهانو بکش، یه دفعه روزه سکوت اعلام کن، بلد نیستی اینو که میتونی به خودت بگی امروز روزه سکوت، تمام، سعی میکنم حرف نزنم مگه در حد نیاز. این بهت کمک میکنه که تو این زمان چگونه عمل کنی. خدا میخواد بر ما مکشوف کنه در زمان نادرست، حرف نادرست، در مکان درست، روش اشتباه. بعضی موقع میگی بابا اومدی کلیسا اینجا جاش نیست، این روش روشی که جوری کلیسایی نیست، بابا در این مکان اصلا برای این نیست. تو من باید دارم هر چیزی در زیر آسمان وقتی است، برای هر چیزی مکانی است، من باید تشخیص بدم کی به کیه، تو خونم بدونم شرایط چیه، محل کارم بدونم چطوریه، تو مدرسه‌ام بدونم، تو محل محیط خود کلیسام بدونم چطوریه. برای اینکه شما تو اینجا تو امنیت باشید، یه تیمی تمام وقت دارن پشتیبانی، حواسشون هست همه چی، سکیوریتی، انتظامات بالا پایین، همه چی، که شما تو امنیت باشید.
حکمت خداست که باید باشه. خواهش میکنم بعضی جا هم شخصی نگاه نکنید، همکاری کنید. میگه اونجا نشین، اینجا بشین، اونجا بشین. شاید بگید بابا چه فرقی میکنه. همه ما بارها تجربه کردیم این صندلی اینور با صندلی اینور. میدونی چیه؟ تو جنگ من بودم سالها، فقط به خاطر اینکه یه نفر نباید سرش رو میکرد بالا، فقط به خاطر کنجکاوی یا به خاطر هر چیزی، توی بغل من مخش اومد تو دهنش، روی لباسای من پاشید. گفتم سرت نکن بالا. بعد میگی اینجا نشستم با اینجا نشستم چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه، چون هنوز تو جنگ‌های روحانی قرار نگرفتی که وقتی کنار یه شخص آرام میشینی، آرامی خدا میاد رود، بلند میشی اون ور پیش یه شخص ناآرام میشینی، ناآرامیش میاد رود. چه فرقی میکنه؟ مشکل ما اینه که حکمت نداریم و فکر میکنیم عقل کلیم و از مشورت این شخص هم نمیخوام استفاده کنیم تو زندگیمون. موضوع کلیسایی نیست، برای زندگی شخصی ببرش خونه اینو. اصلا مثال دارم میزنم که شخصی به کسی نگیره، عمومی بهتره، مثل مکان جمعیه. خدا مطیعان محافظت میکنه. اصلا شاید شخص هدایت شده بگه بابا امروز تو اینجا نشین، بلند شو برو اینجا دیگه بشین. نمیدونم چرا اما هدایت شدم اینجا نشین تو. یه بار این شخصی اومده بود میگفت من نشستم سر تو کلیسا، خودش داشت یعنی شهادت میداد، میگفت بهم گفتم برو اونجا بشین، من نشستم، رفتم نشستم، یه شخص قد بلندی نشست، سرجیک نبود اونجا البته جلوش، یه شخص قد بلند نشست رو برو من، میگه من کلم میآوردم این بیچارم حواسش نبود کلش میآوردیم، من میرفتم از پشت میرفتم، میگه گردن من به این وضع بود. خب هر جا میرفتم میگه اصلا نفهمیدم چی به چی شد، اعصابم خرد شده بود. بعد خودش داشت میگفت میگه کاش رفتم اونجا نشسته بودم. چیزای ساده خنده داره، ولی میخوام اینو بگم، وقتی روح خدا میخواد یه جای کار بکنه، میخواد در زمان و مکان درست کار بکنه. مطیع باشیم. اگر روحی اطاعت نداشته باشی، تو زمان و مکان خدا باش. من باور دارم که امروز زمان خداست، چون روز سبته. اینجا هم مکان خداست، چون خانه خودشه. اراده خدا هم هست که تو رو برکت بده، اما آیا من و تو مشتاق دریافته مطیع هستیم که دریافت کنیم؟ پس فقط در زمان مکان بودن و تشخیص اراده خدا کافی نیست. این چهار تا رو یادتون باشه. این زندگی تو رو مبارک میکنه، زندگی تو امنیت میده. تمام ایام عمر تو، میگه عمر جاهلان کوتاه است، معلومه دیگه. آدم جاهل هر کاری میکنه، هر طریقی رو میره. خب به هر حال یکی از این طریقا بابا مرگت امضا میشه. یه بار جستی ملخه، دو بار جستی ملخه، سه بار جستی، تا کی میخوای بجستی؟ یه جای به هر حال تو دام میافتی. همیشه جستن هم درست نیست. روح خدا روح مکاشفه است. خدا میخواد ما بیفهم نباشیم. از کلامش در دعا، در پرستش ها، از افراد حکیم به طرق مختلف و دعا کنیم. و بهترین کسی که میتونه مکاشفه برای خودش بگیره، برای زندگی شخص بگیره، خود شخصه. آمین. اگه چیزی رو میگیری میتونی چک کنی، با یه نفر دبل چک کنی، با یه شخص حکیم تر، با یه شخص با تجربه تر سوال کن. طریق من درسته؟ روش من درسته؟ اگر روش درست انجام ندیم، نتیجه این درست نمیگیریم. آنچه که میکاری آن را درو میکنی، هایی بکاری هوی درو میکنی. خدا میخواد هم بفهمیم هم درست عمل کنیم. سخته، ولی حداقلش اگه خطا کردم دستمو میکنم بالا، خداوند را ببخش بر من. اینم از حکمته. خدا مطیعان و فروتنان و آنانی که اعتراف میکنن را بلند میکنه. آمین. افتادم زمین، نمیخواستم، افتادم، اما حداقل حکمت چی میگه؟ حکمت میگه دست رو بکن بالا، اعتراف کن و بلند شو. خدا بار دوم به حکمت میده.
چرا؟ چون با حکمت بلند شدی. وقتی با حکمت بلند میشی، قدم بعدی تو خدا تنظیم میکنه. ما تو خطا میافتیم، تو اشتباه میافتیم، آدمیم، انسانیم، اون درک هم نداریم، اما خدا میخواد که ما بیفهم نباشیم. قلبش اینه که برای بچه‌هاش چیزهای مخفی از آن خداست، اما چیزهای آشکار از آن ما و فرزندان ماست. فقط حواست باشه این مخفی کاری، این مخفی بودن از خدا باشه، از شیطان نباشه، چون شیطان هم میتونه تو رو ببنده. آنانی که دنبال روح مکاشف از خدا هستن، خدا با ایشون سخن خواهد گفت. خدایی که خالق لب هاست نیز خود سخن خواهد گفت. او که خالق گوشه پس سخن خواهد گفت. آمین. اینجا پیغامو میبندم. به نام مسیح توی هفته آینده راجع به ابعاد دیگه قانون الهی که هفته گذشته راجع بهش صحبت کردم، یه سری قانون‌های دیگه به شما میخوام بگم، چون بیشتر امروز هدایت شدم تو این قسم، این قسم برم جلو، یه چیزی رو بذارم که خدا وقتی میخواد قانون‌های الهیشو بگه، هفته آینده راجع به یه سری قانون‌های دیگه به شما خواهم گفت. هفته گذشته دو تاشو به شما گفتم، اما امروز به طور خاص هدایت شدم راجع به این صحبت کنم، چون خدا از این بعد میخواد به شما مکاشفه بده. کلیسای خدا احتیاج به مکاشفه داره، ایماندار احتیاج به مکاشفه داره. اون موقع است دیگه به هر باد تعلیمی، به هر چیزی نمیلرزه، به هر آتشی در واقع واکنش منفی نشون نمیده. قشنگ میفهم علامات چیکار کنه، کی باید برم، کی باید ساکت باشم، کی باید بشینم، کی باید بپرم، کی باید استراحت کنم، کی به خدا اعتماد کنم، کی دریافت کنم مکاشفه از خدا. آمین. خداوند به نام عیسی مسیح کلیساتو برکت میدم، خون پسرتو بر ایشان میپاشم، در امنیت خداوند تو باشن، جسم و جانشون متعلق به تو باشه، بودنمون در اراده تو، رفتنمون در اراده تو باشن. خداوند دخول و خروج تو رو برکت دهند، خداوند میوه و ظرف خمیر تو رو برکت دهند، خداوند آرد و روغن خانه تو برکت بده، در شهر مبارک باشی، در صحرا مبارک باشی، خداوند چشمای تو رو باز بکنه، چشم دل تو رو که از اون مکاشفات عظیم ببینی. همونطور که داوود دعا میکرد، خداوند چشمای من رو بگشا تا از شریعت تو، از کلام تو، از قلب تو چیزای عجیب ببینم. خداوند باشه، خداوند ابعاد جدیدی رو از تو دریافت کنیم. خداوند خداوند ما رو فهم بده، ما رو حکمت عطا کن، در زمانهای تو، در مکان تو، اراده تو رو تشخیص بدیم و ما رو فیض بده که مطیع آن باشیم. این از خوشنودی قلب تو برای فرزندانت. این افراد، افراد حکیم، صاحب اقتدار، و شیطان از ایشان میترسه. به کلامی عادتهای تاریکی رسوا میکنن و باطل میکنن و میرن جلو. خداوند شما رو محافظت کنه از شری شیطان و از هر دام بلا و مصیبت پنهان. دست خداوند با شما باشد. هفته که در پیش رو دارید مبارک خدا و احمد باشید. خبرهای شادی و شادمانی به نام عیسی مسیح بر شما و اهل خانواده شما باشد و بماند به نام مسیح. آمین. آمین. خدا من شما رو برکت بده. آمین.